امسال تراز آبی دریاچه ارومیه با رقم 1271.7 رکورد 10 ساله خودش را زد. بر اساس آخرین آمار مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی، از ابتدای سال آبی جاری تا کنون در استان آذربایجان غربی حدود 279.2 میلیمتر بارش ثبت شده است. این رقم نسبت به میانگین بلند مدت این استان 21% افزایش داشته. سال گذشته نیز در این استان 396 میلیمتر باران و برف بارید که 71% بیشتر از میانگین بلند مدت آن بود. این بارش ها تراز دریاچه ارومیه را نسبت به فروردین سال گذشته 37 میلیمتر افزایش دادند. در حال حاضر وسعت دریاچه 3093 کیلومتر مربع است که نسبت به سال گذشته 244 کیلومتر بیشتر شده. حجم آب دریاچه نیز 4 میلیارد و 620 میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1 میلیارد و 10 میلیون متر مکعب افزایش داشته. یکی از مهمترین مشکلات این دریاچه رودخانه های لایروبی نشده بود، اما در حال حاضر انتهای تمام رودخانه ها در ورودی دریاچه لایروبی و به پیکره اصلی آن متصل شده. زرینه رود و سیمینه رود از بزرگترین رودخانه های حوزه آبریز دریاچه ارومیه هستند. این دو رودخانه با کانالی 25 کیلومتری به پیکره اصلی دریاچه متصل شدند. همین اقدام باعث شد که روان آبها و آب حاصل از رهاسازی ها مستقیم به دریاچه راه پیدا کنند. همچنین در این رودخانه ها سازه های بتونی و سنگی به عنوان سردهنه ساخته شدند تا در زمان سیل جاری شدن روان آبها خسارتی به روستاهای اطراف وارد نکنند. علاوه بر این در گذشته کشت محصولاتی مثل چغندر و ذرت که نیاز آبی بالایی دارند به وفور در مناطق حوزه آبریز ارومیه انجام می‌شد. اما حالا با اصلاح الگوی کشت و جایگزینی گیاهان دارویی و حتی زعفران تلاش می‌شود که آب کمتری مصرف شود. با این حال دریاچه ارومیه هنوز به 9.5 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد تا به تراز اکولوژیک خود یعنی عدد 1274.1 برسد. پروژه های نجات دریاچه ارومیه باید سالانه 3 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه کنند تا به تراز اکولوژیک خود برسد.